آره من امروز دیگه اون تو اون عالم نیستم، فراموشم شده، اما چرایی پنجره دریچه‌ای به روی اون عالم برای من باز همچنان. اون چیه؟ اون خوابه. توی خواب میتونم بفهمم که قبل از اینکه پا به عالم طبیعت بگذارم من تو چه عالمی بودم. گر فراموشم شده است اون وقت و حال، یادگارم هست در خواب ارتحال. ارتحال این سفر و رحلت کردن. وقتی که در خواب سفر میکنم یا بخواب سفر میکنم، اندکی در میابم که قبلا در چه احوالی بودم. میره همزین چار میخ چار شاخ. چار میخ چار شاخ عالم طبیعت رو میگه. چار میخ همون حالت صلیب است که به چهار میخ کسی رو میکوفتن، اون شکنجه. چار شاخ هم یک آلت شکنجهی بوده. ببینید اصلا مولانا طبیعت رو، عالم طبیعت رو یک شکنجه خانه، یک شکنجه گاهی تصویر میکنه که گویی ما رو از یک باغ و بستانی که آزاد بودیم، مطلق بودیم، رها بودیم، در طیران بودیم، آوردند و پابند این عالم طبیعت کردند، ما رو به چهار میخ بستند و چهار شاخ بستند و چهار میخ کردند. در خواب ما موقتا رهایی پیدا میکنیم از این شکنجه خانه. می جهم در مسرح جان زین مناخ. مسرح یعنی چمنزار، یعنی فضای باز. قبلا هم گفتم امروز عرب ها به تئاتر مسرح میگن، مسرحیه. مناخ یعنی اونم یعنی جایگاه. مناخ اناخه به معنای سینه به زمین چسباندن است و این رو بیشتر در باب شتر به کار میبرن. وقتی که شتر میخوابه رو زمین میشینه، طبعا این سینش رو به او میچسبانه به زمین، میگن اناخ الجمل، یعنی شتر نشست و سینه به خواب. وقت مناخ یعنی دیگه توسعاً به معنای جایی که آدم مینشیند و مکان و محلی که استقرار پیدا میکنند. یه کلمه مناخ هم داریم در عربی به معنای آب و هواست که امروز بیشتر به کار میبرن، که باز با همین ریشه است، یعنی اون جایگاه و اون آب و هوای خاصی که در جایگاه وجود داره. کلمه آلمناک که امروز در فرنگی در اروپایی به کار میره، آلمناک به معنای کتاب ها و جداولی که در او وضع هوا رو مینویسن، همون المناخ عربی است. باری میره همزین چار میخ چار شاخ، موقتاً در خواب از این شکنجه خانه فرار میکنم و وارد مسرح جان میشوم. در اون چمنزار میگردم شیر اون ایام ماضی های خود، میچشم از دایه خواب سمد. آره من در ایام ماضی هم شیر میخوردم از پستان اون علل عالیه. الان خواب به من از اون شیرها می نوشاند. خواب به منزله دایه‌ای که شیری به من می نوشاند و منو دوباره به اون عالم طفولیت و یا ما قبل ورود به عالم طبیعت باز می گرداند. بعد از این مولوی وارد همین بحث اختیار رو از یک بعد و دیدگاه دیگری نظر می کند که بسیار بسیار آموزنده است. می گذاریم برای نوبت آتی. همگان رو به خدا می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.